که همه خوب باشه نورو صدا با سلام خدمت دوستان عزیز یاران همیشگی گالری حس با یه برنامه در خدمتتون هستم ولی قبلش جا داره از شما تشکر بکنم بابت ساپورت و لطفی که داشتین سابسکرایب ما به هزار تا رسید البته الان اول, کار هستیم و بازم با این حال بدون لطف شما نمیتونستیم به این مرحله برسیم خدمت رو از بکنم که درخواستای زیادی داشتم من از طرف شما که راجع به کلاسیک ترین ماهی آکواریوم صحبت بکنم و اونم همه تو میشناسین چیزی نیست جز ماهی گوپی امیدوارم که نکاتی که میگم به دردتون بخوره احتمالاً بازم مثل ویدیوهای قبلی طولانی میشه امیدوارم مسئلتون سر نره ولی من سعی میکنم همه چیز رو کاور بکنم به دلیل اینکه تجربه نگهداری این ماهی رو زیاد داشتم پس با من همراه باشید دوستان ماهی گوپی با اسم علمی پایسیلیا رتیکولاتا اوریجینالی زادگاه اصلی شمال شرقی امریکای جنوبی هستش خدمت از بکنم که این ماهی جزو خانواده زنده زندزا هستش و به این شکل هستش که ماهی ماده تخم تو رو توی شکمش بالغ میکنه و بچه ماهی رو به صورت زنده به دنیا میاره بچه ها یه جوری هستن که به محض اینکه به دنیا میان میتونن از خودشون مراقبت کنن به سرعت مخفی میشن و حتی به سرعت شروع میکنن به غذا خوردن و توی طبیعت یه جورایی با همدیه کلونی تشکیل میدن و از خودشون در مقابل دشمن ها مراقبت میکنن نکته ای که باید بهتون بگم این هستش که بچه نگهداری از ماهی گوپی زیاد دیگه ساده نیست این روزا به دلیل اینی که دیگه شما نمیتونید ماهی اصلی که از طبیعت اومده رو ببینید همه ماهی که شما میبینید تو حسچه های مصنوعی یا توی آکواریوم تکسی پیدا کردن و همین یه مشکل رو به وجود آمده به نام inbreeding ramification یعنی در واقع انشعابات همخونی این مشکل به دلیل اینی که تداخلات ژنتیکی به وجود آورده باعث شده که ماهی ها بسیار حساس شدن و خیلی راحت نمیشه اونا رو تکثیر کرد و حتی اگر که تکثیر میشن ژن بعدی یا یعنی نسخهای بعدی خیلی قدرت نسل اولیه رو ندارن اگر از شما الان کسی بهتون تو این روزا گفتش که ماهی گوپی جزء مایه‌ای هستش که تکثیرش راحت هستش به آسونی باور نکنید ببینید مایه‌های گوپی انواع و اقسام مختلف دارن و اونایی که خیلی زیباتر هستن دمهای کشیده تر دارن و حالا به شما نشون میدم چطور اون در واقع نسل های اورجینال هستن خیلی راحت نمیتونید شما اونها رو تکثیر بکنید و باید خیلی حرفه‌ای باشین و تجربه کافی رو داشته باشید خب دوستان عمر مفید ماهی گوپی بسته به شرایطی که نگه میدارین بین یک تا سه سال هستش ولی تو شرایط خیلی خیلی, خیلی خوب تا پنج سال هم دیده شده که عمر میکنه ولی بهتر بدونید که تو 6 ماهگی بالغ میشه و شما اگر میخواین اونارو تکثیر بکنید اجازه بدین که این سیکل 6 ماهه انجام بشه و بعد نرها و ماده ها رو کنار هم قرار بدین خب تشخیص ماهی نر و ماده خیلی آسون هستش ما ماهی های ماده بزرگتر هستن یه هلوش چهار سان نزدیک 4 سان طولشون هستش شکم های گرد و برآمده ای دارن به دلیل اینکه اکثر اوقات با خودشون بچه ها رو هم میکنند، ماهی های نر کوچکتر هستن بین 3 و نیم سانت تقریبا سه تا سه نیم سانت و همیشه رنگ با رنگ هستن و با آلات تناسلی زوکی شکلی که دارن خیلی قابل تشخیص هستن همیشه هم های مادر رو دنبال میکنن دوستان اگه میخواین ماهی های نر و مادر کنار رو هم نگه دارین و ماهی های مادر خیلی عذاب ندین به دلیل اینکه که ماهی های نر مرتب رو دنبال میکنن و خیلی اجتماعی زیادی برای تولید مثل دارن بهتر اینکه این هر سه ماهی ماده رو با یک ماهی نر کنار هم توی تاکتون بندازیم. خب تعداد ماهیهایی که میتونین توی یه تانک بندازین همون مثل همون قاعده کلی برای همه ماهیا هستش یعنی به اندازه هر دو نیم سانت ماهی شما در واقع چهار و نیم لیتر حدودا آب آکوریوم احتیاج دارید یعنی مثلا اگر شما یک تانک 20 لیتری دارین شما میتونید بین سه تا چهار دونه ماهی گوپی نگه دارین و بهتر دقت بکنین که شرایط نگهداری ماهی گوپی بسیار بسیار مهم هستش خب دوستان بهترین آبی که توی آکبرمتون میتونید داشته باشین برای نگهداری ماهی گوپی در جهراتش بین 22 تا 28 درجه سانتیگراد میتونه باشه پیهشش بین 6.8 یعنی 6 و 8 تا 7 و 8 میتونه باشه و بهتر بدونید که ماهی گوپی خیلی دوست دارن که اچ آب بیشتر به سمت سخت باشه تا به نرم یعنی آبهای اسیدی خیلی برای ماهی گوپی مناسب نیستن اگر مطلب پی رو نگاه نکردین خواهش میکنم روی این کارت بالا کلیک بکنین و اون رو نگاه بکنین به دلیل که خیلی کمکتون خواهد کرد به این که بدونین که چجوری پی آب اکبرومیت رو کنترل بکنین خب دوستان سختی آب که همون توتال هاردنس چیز مسئله خیلی مهمی برای گوپیان نیست بین 8 تا 12 پی, پی میتونه باشه بازم توی اون مطلب توضیح دادم میتونید دقت بکنید راجبش اطلاعات کسب بکنید پس خیلی مسئله نگران کننده نیست فقط بدونین که گوپی ها کلسیوم رو دوست دارن یعنی اگر به فرض مثال توی آب آکواریومتون یه تعدادی از مرجان های خوش شده استفاده بکنید که آروم آروم توی آب دیزاب بشن حل بشن و کلسیوم آب رو تنظیم بکنن خوبه اگر حلزون دارین حلزونها وقتی میمیرن لاکشون آروم آروم توی آب حل میشه و کمک میکنه به اینی که در واقع کلسیوم آب رو تنظیم بکنن نکته بعدی پوساندوزی شریم ها میگوه هستش که بازم تو آب حل میشه و به ما... مخصوصا ماده ها برای تشکیل پوسته تخم توی بدنشون خیلی کمک خواهد کرد به غیر از توتال هاردنس و پی هیچ بچه مهمترین مسئله آمونیاک هستش سطح آمونیاک آب گپی های شما باید پایین باشه یعنی اینکه سعی کنین به این اینکه ماهی گوپی ماهی در واقع به همریزی هستن و فضولات زیادی رو تولید میکنن باید بدونین که شما باید سی درصد آب رو حداقل هفتگی عوض بکنید و همیشه آب آکوریم رو کریستال کلیر نگه داری. این خیلی مسئله مهمی به همین دلیلی که وجود گیاهان طبیعی تو آکواریوم شما نقش بسیار بالایی رو بازی میکنن و شما توضیح میدم توی مرحله بعدی ویدیو به شما توضیح میدم که چه گیاهایی برای گپی شما بهتر هستن خب به دلیلی که سطح آمونیاک باید پایین باشه و نیتریت و نیترات تو اکواریوم شما باید خیلی مقدارشون کنترل شده باشه شما تانکی رو احتیاج دارید که چرخه نیتروژن توش کامل شده باشه یعنی سیکل ازود کامل شده باشه بر این کارت بالا رو حتما کلیک بکنید و راجبه چرخه نیتروژن حتما ویدیو رو نگاه بکنید خب دوستان راجع به تکثیر ماهی گوپی میخواستم باتون با صحبت بکنم و اون همونجور که گفتم به تعداد هر سه تا ماهی ماده شما میتونید یه ماهی نر داشته باشید ولی چه شرایطی باعث میشه که ماهی های گوپی به سرعت و به خوبی تکثیر پیدا کنن اول از همه شرایط خوب آب آکواریوم شما هستش که همونجور توضیح دادم در جرارت یه مقدار رو به بالا فیلتریشن خوب چه فیلتری برای در واقع ماهی گوپی شما خوب هستش بهترین فیلتری که میتونید استفاده کنید فیلترهای ساده اسفنجی هستن به دلیل اینکه توشون باکتریای مفید تشکیل میشن و روی سطح اونا رو میپوشونن و گوپی ها به سرعت اگه نگاه بکنید همیشه در حال نوک زدن روی سطح فیلتر اسفنجی داخل آکواریوم شما هستن چون توش یک مواد دیده از باکتریای مختلف تغذیه میکنن از جوبکایی که اونجا تشکیل میشه تغذیه میکنن و از همه مهمترین هستش که فلوی خیلی زیادی رو ایجاد نمیکنه ببینید فیلتر های سطحی زیاد برای چند که ماهی گپی پیشنهاد نمیشن به خاطر اینکه قدرت بالایی دارن و اول از همه این که ماهی های نر خیلی اذیت میشن توی اون اوتلت یعنی توی در واقع لوله که وارد آکواریوم میشه موج زیادی تولید میشه و ماهی های نر انرژی زیادی رو باید در واقع استفاده بکنن که از اون موج رها بدن خودشونو و بیان یه جای خیلی ساکتی رو پیدا بکنن بدون تلاطم خیلی بالا و همین باعث میشه که انرژی زیادی رو از دست میدن و انرژی خیلی زیادی رو ندارن به اندازه ندارن که برای تکثیر و زاد و ولد ازش استفاده بکنن و در واقع بالاهاشون هم اذیت میشه پس سعی کنین تنها از فیلتر اسفنجی استفاده بکنید نکته دوم برای اه اه مشکل بودن و مشکل ساز بودن فیلترهای سطحی این هستش که بچه ماهی ها خیلی راحت توی شب مخصوصا موقع استراحتشون داخل فیلتر کشیده میشن و به سرعت از بین میرن به خاطر همین شما باید از روکش استفاده بکنین روکش های اسفنجی که تو این شکل بالا میبینین و خود همین باعث میشه که اون فلو یعنی فیلتراسیون به صورت کامل انجام نمیشه و همین باعث میشه که سطح آمونیاک تو آب شما بالا میره نکته بعدی راجع به تکثیر ماهی گپی این هستش که حتما سعی کنین از گیاهان مناسب برای ماهی کوپین استفاده بکنید. ببینید گیاهانی که حتی فلوتینگ هستن یعنی روی سطح آب هستن و در واقع ریشه های خیلی فشرده ای رو اون روی سطح آب ایجاد میکنن و تشکیل میدن محیط مناسبی برای فرار کردن بچه مایا هستن به دلیل که بچه مای ها بیشتر به این که به سمت پایین آکواریوم برن علاقه دارن روی سطح آکواریوم میرن و اگر شما سعی بکنید که محیط امنی رو روی سطح آکواریومتون ایجاد بکنین باعث میشه که بچه ها بیشتر اونجا میتونن در قایم بشن و شما تکثیر راحتری خواهید داشت نکته بعدی این است که سعی کنید از گیاهانی استفاده بکنید که رشد سریعی رو دارن ببینید همونجا که بهتون گفتم ماهی گوپی فضولات زیادی رو تولید میکنن و حتی موقع زایمانشون هم حتی این مسئله اتفاق میفته سطح آمونیاک نیتریت و نیترات بالا میره به همین دلیل شما اگر از آك... گیاهانی استفاده بکنین که سرعت رشد بالایی دارن فیلتراسیون بهتری خواهید داشت به خاطر اینکه آمونیاک رو بهتر جذب میکنن در این حال اینی که خیلی فشرده تر میشن و محیط مناسبی همونجور که گفتم برای بچه ماهی ها ایجاد میکنن گیاهانی که مناسب هستن برای کپی ای توی این لیست میتونید نگاه بکنین که چه گیاهانی هستن و اگر در دسترستون هست میتونید تهیه بکنید و توی تانکتون استفاده بکنید من خودم شخصا از هاگروفیلیا 53B استفاده کردم یا همون گیاه CV که توی آیکن فروش ایران معروف هستش و نتیجه خیلی خوبی گرفتم به دلیل اینکه که محیط مناسبی رو برای بچه ایجاد میکنه و فیلتراسیون خیلی بالایی داره یعنی سطح کیفیت آب آیکن شما رو به سرعت بالا میبره خب دوستان نکته بعدی راجع به تکثیر ماهی گوپی این هستش که سعی کنید به صورت طبیعی اینها رو تکثیر بکنید یعنی اینی که سعی کنید کمتر از زایشگاه استفاده بکنید وقتی شما ماهی مادر رو میگیرید تجربه شخصی منه و به زایشگاه و این تو این تصویر بالا مثل این تصویر بالا انتقال میدین همین یه استرس خیلی بالایی رو برای ماهی ماده ایجاد میکنه به دلیل که خیلی ماهی ماده دوست دارن که توی گروه باشن اصلا ماهی گپی ماهی ماهی اسکولینگ فیش هستش یعنی دوست داره توی گروه باشه حتی زاد و ولدش تو گروه انجام بده و ماهی های ماده یه تایم خیلی کوتاهی رو جدا میشن از گروه میرن بین شاخ و برگ گیاه ها تکثیر میکنن زایمان میکنن و دوباره برمیگردن اگر شما این سیستم رو بشکنین و اونا رو توی یه تانک دیگه یا اینکه توی زایشگاه انتقال بدین یه استرس خیلی زیادی رو به ماهی ماده وارد میکنین و همین باعث میشه که عمر ماهی ماده رو کم میکنه اگر میخواین ماهی مادتون راحت زایمان بکنه سعی کنین یکی دو درجه آب رو گرمتر بکنین البته دقت بکنین که آسیب خیلی زیادی رو به گیاهان آکمه وارد نکنین و نکته بسیار بسیار مهم راجب به تکثیر ماهی گوپی این هستش که بچه ها به ژن و نژاد گوپی ها دقت بکنید من پیشنهاد میکنم به شما اینی که خیلی ماهی های رنگ و رنگ رو با هم تکثیر نکنید به دلیل اینی که بچه هایی که از اونها به وجود میان خیلی از نظر ژنتیکی سالم نخواهند بود به این تصویر خوب دقت بکنید مشکلات ژنتیکی برشون به وجود میاد و اینی که از نظر رنگی هم خیلی زیبا نیستن و حتی اینی که از نظر نژادی هم خیلی پرطرفدار نیستن پس سعی کنید که اگر میخواین مایه کپی رو تکثیر بکنید سعی کنید از یک نژاد استفاده بکنید ماده ها و نر اونها رو با هم میکس نکنید و خیلی مهم هستش اینی که وقتی که میخواین یک نژاد رو تکثیر بکنید سعی کنید از ماده هایی که خالی هستن و هنوز بچه ندارن تو شکمشون استفاده بکنید و بعد با نری که میخواین اونها رو کنار هم قرار بدیم و سعی کنیم که نجات خیلی خالصی رو به وجود بیاریم دوستان عزیز میخوام راجع به ماهی هایی که میتونید با گوپی نگه دارید صحبت بکنم ببینیم یه حدود یه شروط ده تا لیست من از ماهی ها دارم که تجربه شخصی خودم میگه که این ماهی ها خیلی با گوپی سازگاری خوبی دارن اولی شاید باورتون نشه بریسل نوز هستش یا همون پوزه بوته ای. شما ببینید جلبک رو حتما توی آکواریوم گوپی احتیاج دارید بهتره بهشون نگیم ماهی رفتگر یا ماهی تمیز, تمیز کننده آکواریوم چون اینا کارشون این نیست گروه پلکوها یا همون جلبک بیشتر کارشون در واقع خوردن جلبک های اضافی هست دلیل اینی که همونجوری که گفتم گپی ها مایه های به هم ریزی هستن و سطح آمونیاک به سرعت بالا میبرند با بالا رفتن سطح آمونیاک جلبک ها, ها بلومینگ میکنن و دوست دارن رشد بکنن و داشتن بریسل نوز که همون پوز بوته ای توی این تصویر بالا نگاه بکنید توی آکوریوم تو خیلی خوب هستش یکی یا دو تا اگر تونستین نگهداری بکنید در که آسیب زیادی به کپیاتون وارد نمیکنن در این حال سعی میکنن که سطح جلبک و رو پایین ببرن نکته دوم چروشیرین ها هستن چروشیرین ها خیلی میگوهای خوبی هستن برای نگهداری با در واقع گوپی ها به دلیل اینکه آسیب زیادی به بچه گوپی ها وارد نمی کنن. در این حال شرایط نگهداریشون خیلی شبیه گوپی ها هستش در این حال سوهجو و همونجوری که گفتم میتونن خیلی در واقع خوبی هستن که سطح در آمونیاک آب رو پایین نگه دارن گروه بعدی از مایه که میتونید نگهدارین تترا هستند مثل اه، اه، کاردینال ها نیون, نیون تترا ها مخصوصا کاردینال ها به شرطی که از بچگی توی در واقع آب سخت رشد کرده باشن میدونین که تترا در واقع توی آب های نرم تر توی آب های اسیدی خیلی ترایوینگ میکنن خیلی بهتر رشد میکنن ولی یه سری از کاردینال ها هستند که اونا از بچگی توی, توی, آب سخت به وجود اومدن و رشد کردن و اونا گزینه خوبی برای گوپیا هستن گروه بعدی بچه ها خود زنده‌زا ها هستن که همونجوری که توی اول ویدیو گفتم مثل مولی مثل پلاتی یا مثل سورتر یا همون دومشمشیری گزین های خیلی خوبی هستن و بهترین گزینه به نظر من بین اینها پلاتی هستش به دلیل که تلفیق رنگ خیلی خوبی رو با گپی ایجاد میکنه و از نظر نگهداری خیلی ساده هستش و خیلی هم ماهی گپی رو اذیت نمیکنه. نکته که میخوام راجع به زنده بهتون بگم بچه بدونین که زنده با هم رقابت میکنن یعنی توی تکثیر امکان داره که مثلا شما اگر ماهی مولی رو نگه میدارین بیاد غلبه بکنه و اجازه نده که ماهی های گوپی خیلی تکثیر بکنن و سعی بکنین که روی تعدادشون دقت بکنین که تعدادشون خیلی بیشتر از تعداد گوپی های شما نشه به دلیل اینکه غلبه میکنن گروه بعدی ماهی ها, ها هستن بچه ها به این تصویر خوب دقت بکنید من راجع به گرامی های معمولی صحبت نمی کنم به دلیل اینکه چون خیلی بزرگ میشه مثلا مثل گرامی اصلی یا پرگرامی اینا خیلی بزرگ میشن و برای بچه گپی ها خطر خیلی جدی هستن ولی دوف گرامی ها خیلی بهتر هستن به دلیل اینکه سایزشون کوچیک‌تر هستش خیلی سوهجو هستن و از همه نکته مهمتر این هستش که توی وسط آکوریوم شنا میکنه و همین باعث میشه که خیلی سرس غذای گوپی ها رو تهدید نمیکنن که بیان به صورت غذای اونها رو بخورن و گشنه بمونن شما پس گزینه بعدی دوفگرامی هستند، تخت رنگ خیلی قشنگی هم دارن و گزینه آخر که به نظرم بهترین گزینه هستش کوریدوراسا هستن بچه کوریدوراسا به سرعت قسمت شین رو پایین رو تمیز میکنن و خورده غذاهای اضافی و حتی فضولات و حتی ها رو از بین میبرن و ازشون تغذیه میکنن و گزینه خیلی خوبی برای نگهداری با گوپیا هستن ولی دقت بکنید که نگهداری خیلی ساده ای ندارن پس من پیشنهاد نمیکنم که تازه کار رو از کویدراسا استفاده بکنن خب دوستان نکته بعدی غذاهای ماهی ماهی گوپی هستش چه غذاهایی برای ماهی گوپی مناسب هستند بهتر بدونید که بچه ها وقتی شما ماهی گوپی رو تهیه میکنین اگرم مخصوصا تازه کار باشین اولین غذایی که به شما پیشنهاد میکنن فلیک ها هستن غذاهای خشک آماده هستن که به صورت پولکی هستن شما میگه غذاهای پولکی مثل این تصویری که بالا میبینید این غذاها خوب هستن ولی غذای کاملی نیستن غذای کلی ماهی گوپی شما نمیتونن باشن حتی هر ماهی دیگه ای بهتره بدونی که بازم خود این غذاها گونه های مختلفی دارن که یکیشون بیس بر پروتئین هستش بیشتر گوشتی هستن و یه سریشون بیس بر گیاه هستش یعنی بیشتر گیاهی هستن شما بهتره که اگر هم از این دوتا استفاده بکنین از ترکیب دوتشون استفاده بکنید نکته ای که غذاها برای شما به ارمغان میارن و پوینتی که دارن این هستش که ماهی سالمتری دارین ماهیتون رنگ قشنگتری داره و در این حال فعالیت سالمتری داره بهتر تکثیر میکنه سرعت خیلی بالایی داره قشنگتر شنا کنه و اکثر اوقات به صورت افقی شنا میکنه تا عمودی همون که دیدین ماهیتون به صورت عمودی یه مقدار مایل به عمودی شنا می‌کنه بدونی که یک مشکلی هستش باید 100 درصد به اون دقت بکنه همونجوری که گفتم سورس اولیه غذای شما غذای آماده هست که به صورت ویفر یا پولک یا حتی خوش هستش که بیسشون پروتئین باشه و یا گیاهی سورس دوم غذایی که میتونید استفاده بکنید غذاهای خشک فریز شده هستش مثل این تصویر که میبینی میگوهای خوش شده که شما میتونید اینو پود بکنید و روی سطح آب بریزید بازم این غذای اصلی ماهی شما نمیتونه باشه بچه ها بهتر بدونید که توی طبیعت ماهی گپی از همه چیز تغذیه میکنن از جلبک ها از حشراتی که روی سطح میان از لار به حشراتی که توی آب هستن از بچه ماهی های دیگه پس این نشون میده که یک رنج خیلی زیادی از غذاهای مختلف هستش که گوپی ها ازش تغذیه میکنن و بهتره که شما هم سعی کنید که یه چیزی تو ماهی اون تهیه بکنید خب سورس بعدی غذاها میتونه غذاهای یخ زده باشه فریز شده باشه که اینا به صورت همچون که تصویر بالا میبینید به صورت قرص های یخ زده هستش که توی کیوب های مختلف میان و بهتر بدونید که چون ماهی های گوپی سایز خیلی کوچیکی دارن حتی دهانش هم کوچیک تر هستش بهتره که اگر مثلا از کرم قرمز استفاده میکنین اینا رو سعی کنین که بذارین یخش وابره اون در خونابه ای که باهاش هستش رو سعی کنید بگیرید و اونها رو خورد بکنید با یه نوک چاقو یا با یه تیغ تیز و به صورت کوچکتر به اونا بدیم به دلیل اینکه اون مایه هایی که کوچکتر هستن نمیتونن تغذیه بکنن نمیتونن اونا رو بخورن و گشته میمونن شما اصلا متوجه نمیشید در این حال این غذاها مخصوصا کرم قرمز خیلی کیفیت آب رو زود خراب میکنه و داشتن ماهیهایی مثل مخصوصا کوریدراسا توی سطح پایینی آکواریوم شما کمک میکنه که اضافه اونا رو به سرعت بخور و از بین ببره و سطح کیفیت آب شما پایین نیاد توی فروزن فودای غذای یخزده دافنی ها هستن حتی برانشین ما هستن یا همون آرت، آرتمیا ها اونا بهترین گزینه هستن برای گوپیا شما به دلیل این که سایزشون کچکتر هستش و گپی ها راحت میتونه ازش تغذیه بکنن خب دوستان بهترین غذایی که میتونید به گوپیاتون بدین تجربه شخصی منه و بهتون صد درصد پیشنهاد میکنم از غذاهای زنده استفاده بکنید و خودتون اونا رو به وجود بیارین بهترین گزینه برای شما در واقع برانشریم هستش بیبی برانشریم هستش همون میگوی آرتمیا هستش که شما میتونید توی آب نمک اونا رو تکثیر بکنید اگر نمیدونین روش تکثیرش رو نمیدونین خواهش از من سوال بکنید توی کامنت ها برای من بذارین که من به شما روش رو کامل توضیح میدم ساده ترین روشی که میتونین اونا رو تکثیر بکنین و بچه ماهیاتون و حتی ماهی بالغتون رو تغذیه بکنین تغذیه بدین از اون حتی برای ماهی های دیگرتون هم خیلی مناسب هستش و بزرگترین حسنی که دارین که سرشار از فتی اسید پروتئین و در واقع مواد مغذی دیگه هستش که باعث میشه که کیفیت آب آکوریومتون خوب میمونه در این حال اینکه ماهیاتون خیلی سالم و قدرت باروریشون هم حتی بالا میره دوستان نکته بعدی که میخوام براتون توضیح بدم که خیلی هم دوست ندارم راجبش حرف بزنم بیماری های ماهی گوپی هستش ماهی گوپی بیماری خیلی معمولی داره و توی 99 درصد خیلی راحت قابل درمان هستن نکته خوب اینه ولی بهتر بدونین که شما یکی از مهمترین مسائلی که میتونین پیشگیری بکنین از بیمار نشدن ماهیتون این هستش که ماهیتون رو قرنطینه بکنین من به شما پیشنهاد میکنم که یک ماه صبر بکنین قبل از اینکه ماهی رو خریداری میکنین توی اون فروشگاه حتما دقت بکنین که ماهی سالمی رو خریداری میکنین ببینین گپی های لاغر و گپی های خیلی چاق ماهی های سالمی نیستن صد درصد یا دراپسی دارن یا بلوت، بلوتنگ دارن یا اینی که خیلی اسکینی هستن و با خودشون کرم های داخلی رو حمل میکنن به همین دلیل شما اگر اینها رو بیارین توی آکواریوم خودتون به سرعت اینا تو آکواریومتون پخش میشن و ماهی دیگرم مریض میکن شما باید حتما یه تانکی رو داشته باشین به صورت قرنطینه و شرایط خیلی مناسبی داشته باشه ببینیم تانک قرنطینه باید شرایطش حتی بهتر از تانک اصلیتون باشه آبش خیلی کیفیت خوب داشته باشه فیلتراسیون خوبی داشته باشه و وقتی ماهیتون رو خیلی خیلی آروم به اون انتقال بدید بچه این نکته رو فراموش نکنید شما گوپی رو میارین که در واقع خیلی قوی نیست گوپی نیست که بتونه مقابله بکنه با بیماری های مختلف است پس شما باید راه انتقالش از فروشگاه به آکواریومتون رو خیلی خوب و آروم زمان بذارید اگر میخواین از توی پلاستیک آزادش بکنین توی آکواریوم جدید باید ساعت ها وقت بذارید من بهتون پیشنهاد میکنم زیر دو ساعت این کار رو نکنید آروم آروم ماهیتون رو عادت بدید به شرایط جدید و توی تانک قرنطینه وارد بکنید وقتی توی تانک قرنطینه وارد کردین داروهای مختلفی هستن که باکتری رو از بین میبرن ویروس ها رو از بین میبرن کرم های داخل بدن ماهی رو از بین میبرن و این پروسه یه موقع میبینید تا یک ماه طول میکشه اگر این حوصله رو به خرج بدین و این ماهی رو توی تانک قرنطینه به خوبی تریت بکنین به خوبی درمان بکنین خیلی راحت میتونید به تانک اصلی انتقال بدین خب بیماری های معروف و معمول ماهی گپی اذیت کن نیستن و راحت میتونید درمان کنید یکیش دمخور است و یکیش سفیدک هستش دوم خوره بیشتر دلیلش استرس ماهی هستش دلیل اصلیش استرس ماهی هستش که میتونه از به خاطر نقل و انتقال باشه میتونه به خاطر بالا پایین شدن درجه حرارت آب باشه و میتونه به دلیل وجود ماهی های مهاجم باشه ببینید یکی از ماهی مهاجمی که خیلی خیلی برای گوپی اذیت کن خواهد بود تایگر باب هستش اینو 100 درصد سعی کنید که توی تانک ماهی گوپی نیاریم به دلیل اینکه فینیپر هستش یعنی خیلی علاقه داره به اینکه به باله ماهی های دیگه نوک بزن. ماهی بعدی میتونه فایتر باشه ببینید ماهی ماهی فایتر خیلی به نظر سرخجو میان اسمشون برعکس اسمشون ولی برای گوپیا خیلی گزینه خوبی نیستن به دلیلی که توی شب مخصوصا میان و باله ماهی های شما رو نوک میزنن از بین میارن و این شروع خیلی خوبی برای راتن فین یا همون دونخوره هستش بیماری بعدی بچه ها سفیدک هستش که دلیل اصلیش بازم استرس و پایین بودن درجه حرارت آب آکواریوم شما هستش پس وقتی اگر سفیدک رو دیدین سعی کنین که ماهی های دیگر رو از آب خارج بکنین یا اینکه ماهیتون رو به تانک قرنطینه انتقال بدین درجه حرارت آب رو نه به صورت ناگهانی به صورت خیلی خیلی ملایم بالا ببرین گفتم ماهی گپی بین 22 تا 28 درجه سانتیگراد رو میتونه تحمل بکنه سعی کنید بیشتر به سمت 27 26 27 درجه ببرین و اگه لازم بود تا 28 درجه و حتما از داروهای ضد سفتک استفاده بکنید و این سیکل دارو رو کامل رعایت بکنید که روی جعبه نوشته شده راجب به دم به همیشه دوستان عزیز این گوپی هایی که میبینید گوپی کوی هستن که اکثرا نر هستند و اینا یه جورای کپی جدیدی هستن که وارد بازار شدن این نژاد بازم نژاد کویه ولی نیمسیاست این میک شده با همون کپی کلاسیک نیمسیا گوپی کپی سنگاپوری نیمسیا که ببینید سراشون مثل کویه ولی بدنشون مثل نیمسیاست این یه شاپ یه شاپ این تنها ماهی بود که از کپی لیوپارد اونجا بود این پلاتینام. و وایت پلاتینا گوپی البته خیلی سر حال نیستن بچه هم هستن این هم بازم یه ماهی خیلی کوچیکیه از نجاده گوپی که من هیچ روشون علاقه نداشتم این ماهی یه شاپ دیگه است که من رفتم و اگه نگاه بکنید میکس در واقع موزاییک هستش با گوپی های, های دیگه خیلی شاخص نیستن حتی با اندر هم میکس شده اگه جای ببینید و بالا چیز دیگه ای زده راجبشون این نژاد نژاد بلو ماسکو باید باشه ولی بازم میکس داره توش نگاه میکنیم این خال های رنگ های دیگه روی دوماشون هستش حتی رنگ قرمز توشون میبینید و اون انتهام که این لیدر قرمز مشی با هم میکس شده این اصل کپی ماسکو بلو ماسکو هستش که این بالا زده عکسش و یه نژاد دیگه بازم رد هستش که میکس شده بازم با نیم سیاه و ماسکا. رید ماسکو رد ماسکو اینا بازم متاسفانه خیلی نژاد خالصی نیستن ولی به فروش میرن زیبا هستن ولی خالص نیستن و اون هم که احتمالاً عکسشون رو زده اینجا که می میبینید 395 پوند هر کدوم این پوسماری یا همون کوبرا هستش یا کوبرا هستش بچه هم هستن هنوز روش نکردن که دوماشون بزرگ شده باشه ولی نژاد خوبیه این یه مقداری بهتر از اوناست ولی بازم توشون میکس میبینین که دونه های قرمز مثلا بعضیشون دارن نشون میده که اینا خیلی دقت نشده عکس که بالا زده پلاتینوم یلوه یلو پلاتینومه که مربوط به این نژاد نیست یه فوشاپ دیگه است که میبینین کاردینال ها رو همونجوری که گفتم میکس کردن با گوپی ها خیلی سره با و همدیگه کاری ندارن و این گوپی هم بازم مازایی که این نژادش بهتر از اون قبلیه که دیدین و اینم که بازم یه نیمسیای کلاسیکه که نیمسیای سنگاپوری هستش هنوز بچه روشن نکردن خدمت از بکنم که آره این هم یه شاپ دیگه ای بود که من رفته بودم و اونجا میبینید که بالماس هم گذاشته توی تنکشون که خیلی دوست دارن گوپیا این بالا رو که میبینید این هم اندر هستش بچه گوپی انلر توی آب بسیار سرد به راحتی رشد میکنه خیلی مقاومتر از گوپی های معمولی نژادی هستش این پیکاسو هستش پیکاسو انلر هستش رنگهای خیلی شارپ و قشنگی داره مال در واقع منطقه ونزوئلاس اریجینالی از اونجا میاد و خیلی هم زود تکثیر میشه خیلی هم مقاوم هستش یعنی اگه میخواید میلیونی توی اکوریمتون دا گپی داشته باشین اندر گزینه خوبی خواهد بود ولی خب اون دوم بلند گپی فنسی گپی کلاسیک رو نداره خب دوستان امیدوارم از ویدیوهایی که نشون دادم لذت برده باشید من به چند تا فروشگاه رفتم و این ویدیوها رو برای شما تهیه کردم نجات های مختلف گوپی صرفا خیلی نجات های اصیلی نیستن ولی امیدوارم که بهتون کمک بکنه برای تشخیص بهتر نجات های بهتر و اونهایی که توی معمول در واقع فروشگاه معمول بازار اینجا هستن با قیمتشون خب من سعی میکنم این تصویر رو به شما نشون بدم که در واقع شکل کلی نژادهای اصیل و نژادهایی که معروف هستن و خیلی محبوب هستن بین ماهی گوپی رو ببینین و سعی کنین که اگر توی فروشگاه رفتین یا اگه تونستین سرچ بکنین و در واقع تکثیر کننده های این نژادها رو پیدا بکنین به دلیل اینکه وقتی رو که میخوایم بذارین و هزینه که بکنین و تلاشی رو که میذارین برای اینکه این ماهی رو تکثیر بکنی بهتره که از یه نژاد اصیل‌تر در واقع استفاده کرده باشین امیدوارم یه روزی بشه که همه ماها در کنار موجودات زنده با صد و آرامش زندگی بکنیم همشون رو توی شرایط خوب ببینیم و از لذت ببریم نکته اصلی داشتن آکواریوم نگهداری ماهی ها و تکثیر گیاهان همین هستش که اون انرژی رو ما ازشون بگیریم امیدوارم که شما اون انرژی رو بگیرین لذت ببرین و هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین ممنونم از سابسکرایبتون اگه سابسکرایب نکردین خواهش میکنم این کار رو بکنین اون زنگ کنارش رو بزنین که اگر ویدیویی گذاشتیم مطلع بشین در این حال کامنت یادتون نره لایک یادتون نره همون صحبت که همه تو یوتیوب میکنن شما خودتون دیگه بهتر میدارین. امیدوارم که سالم و سرحال باشید مثبت و بر انرژی روز روزگار خوش خدا نگهدار